سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته، بانوی نیل ساخته عتیق رحیمی، نگاهی به اقتباس‌های سینمایی بوفکور، هنر بسته‌بندی در ابعاد قولاسا، یادی از زوج هنری کریستو و ژان کلو. در نسل‌کشی رواندا قوم هوتو صدها هزار نفر از قوم توتسی رو کشت. اما قبل از اینکه این قتل عام در سال 1994 اتفاق بیفته، بین این دو قوم در رواندا چه میگذشت؟ این موضوع فیلم بانوی رود نیل ساخته عتیق رحیمی، فیلمساز و نویسنده افغانستانی ساکن فرانسه است که از کتابی به همین نام الهام گرفته. این فیلم که ریشه یکی از خونین ترین اختلافات قومی معاصر رو با نگاهی شاعرانه بررسی کرده، برنده خرس بلورین در 70مین جشنواره بین المللی فیلم برلین شد. تماشا با عتیق رحیمی درباره این فیلم صحبت کرده. L'Institut Notre-Dame du Nil est destiné à former l'élite féminine du pays. Celles qui ont la chance d'être là doivent devenir des modèles. Vous êtes bien toutes ici, toutes les deux. Voilà les deux cafards dont je t'ai parlé. Quand allez-vous enfin cesser ces querelles toutes les deux? Vous mangez pas? On va attendre. Pourquoi? C'est Gloriosa. Elle ne veut plus ouvrir la bouche devant les Tutsis. فیلم بانوی رود نیل اقتباس است از کتاب با همین نام که توسط نویسنده رواندایی اسکولاستیک موگسونگا نوشته شده. یک مدرسه شبانه روزی دختران است در همین مکتبی که اسمش از بانوی رود نیل، از یک مدرسه کاتولیک های بلژ مربوط میشه به سالهای 1970. و وقتی که بخوایم این مسئله نسل کشی رواندا را تحلیل کنیم، باید به همین جریان سالهای 1970 برگردیم و ببینیم که چگونه به گفته اینگمار برگمن این تخم مار گذاشته شد. در آغاز تفاوت بین مردم توتسی و هوتو یک تفاوت طبقاتی بود، ولی استعمار بلژیکی‌ها طور بود که این تفاوت و این تضاد طبقاتی را تبدیل کنن به تضاد قومی. پلریناج arrive bientôt et cette année grâce à moi nous allons prier enfin devant une statue rwandaise. Une hutu, une vraie. Non, non, je veux pas, petite idiote. C'est la seule manière de faire oublier que ton sang est sale. آدم هیچگاه نمی‌فهمه که نفرت کدام زمان در وجود یک انسان ریشه می‌دوانه. مهم بود که اینو پیدا کنم. در جامعه مثل رواندا ببینیم که نخست جامعه در معصومیت خود زندگی می‌کردن، اما عیسویت و استعمار که آمدن از این معصومیت و از قوم توتسی و از ذهنیت مردم تقدس ساختن. این تقدس است که بالاخره ما را میکشانه به طرف تخطی، و وقتی که تخطی یا اشتباه یا گناه به وجود میاد در برابر تقدس، ضرورت به قربانی داریم تا این گناه بخشیده شود. یکو کلافگا کمونتی اپفویه roho izajya gutura mu birunga, urwibutso rwe rukayongera mu mazi y'ikiyaga. Tumva ijwi rye. Isi yacu irananiwe, irambiwe akajarajaro k'abahashyi bayimajije amaguru. Wakati ke senariyo tamam shod va tasmim gerefteen ke filmo besazim dar Rwanda, یک دایرکتر کاستینگ خیلی خوب داشتم که 100 دختر جوان پیدا کرد و از اون میان فقط 30 تا را نخست انتخاب کردم. برایشان یک ورکشاپ ایجاد کردم در شهر کیگالی، پایتخت کشور رواندا. نخست باید تهداب هنر سینمایی را برایشان میاموختند. بعدش بیشتر سر جسمشان کار کردم.
ولی یک چیز برای من خیلی اساس بود که اونو نمیخواستم از ایشان بگیرم و اون هم شکل صحبتشان بود. مردم رواندا خیلی آهسته صحبت میکنن و خیلی نرم و آرام. راستی فکر میکنم در تمام کشورهایی که گشتیم تا حال سفر کردیم این آرامش و این آهستگی صدای رواندا خیلی مجذوبم کرد. اصلا وقتی که شما در کشور رواندا میرین داخل میشین برخلاف کشورهای آفریقایی یک کشور است خاموش، چون که همش تپه ها از تپه های سرسبز ساخته شده، فلحاظ دره ها صدا را فقط نگاه میداره، از یک دره صدا به دره دیگه نمیره. اینجاست که یک سکوت زیبای همیش چیره داره در این کشور. Regardez qui arrive. Encore lui? C'est sûr qu'il cherche une fille. On dit qu'il est un puissant. Monsieur Fontenay, nous ne vous attendions pas de ce. Je viens honorer la mère du Nil. وقتی که نخستین بار با کشور رواندا رفتم و با مردم صحبت کردم، یک خانم روانشناس رواندایی بود که برای من یک حرف خیلی مهم زد که برای من یک درس زندگی است. برای همیشه مهم است که بتانیم بعد از نسل کشی، بعد از برادر کشی، بعد از جنگ برگ تاریخ کشور خود برگردم. منطقه به یک شهر که قبل از برگرداندن برگردان و متاسفانه در بسیاری کشورها بخصوص در کشورشون افغانستان چون چیز صورت نگرفت و تا امروز حتی که امروز است مردم ما در انتقام جویی هستن. هشتاد و چهار سال بعد از انتشار بوفکور صادق هدایت شاید هنوز مشهورترین اثر ادبیات مدرن ایران در جهان باشه. بوفکور در این حال یکی از معدود رمان‌های ایرانیه که در غرب الهام بخش آثار سینمایی شده. در این برنامه نگاهی میندازیم به اقتباس‌های سینمایی از این کتاب با تمرکز بر دو اثر. یکی ساخته راول رویز، فیلمساز شیلیایی، و دیگری نسخه تلویزیونی کیومرث درنبخش که فروردین امسال بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. در این فیلم مردی در روزی که مصادف است با روز خودکشی صادق هدایت پا به سینمایی در پاریس می‌گذارد و زندگیش دگرگون می‌شود. Je suis arrivé à Belleville le 9 avril 1951. این همزمانی چیزی بیش از یک تصادف است، چون این فیلم با نام بوفکور اقتباس آزاد و کم و بیش ناشناخته راول رویز از شاهکار ادبی هدایت محسوب می‌شود. با وجود دهه‌ها کار و تحقیق درباره هدایت، او هنوز چهره‌ای فرار و دشوار برای توصیف است. توضیح چگونگی خلق آثاری مثل بوفکور تمام معماهای این آثار را پاسخ نمی‌دهد. او نویسنده است که خودش را پنهان می‌کند. من همانقدر از شرح حال خودم رم می‌کنم که در مقابل تبلیغات آمریکایی مآبانه آیا دانستن تاریخ تولدم به درد چه کسی می خورد؟ از این گذشته شرح حال من هیچ نکته برجسته‌ای در بر ندارد. نه پیش آمده قابل توجهی در آن رخ داده، نه عنوانی داشتم، نه دیپلم مهمی در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشانی بودم. بلکه برعکس همیشه با عدم موفقیت روبرو شدم. در اداراتی که کار کرده ام همیشه عضو مبهم و گمنامی بودم و رؤسایم از من دلخونی داشتند.
یکی از وجوه کمتر بررسی شده دنیای هدایت تأثیر او بر سینماست، به خصوص بوفکور که سینما بیشتر از آثار دیگرش با آن توجه نشان داده است. خلاصه کردن بوفکور یا دادن شرحی از وقایع آن تقریبا غیر ممکن می نماید. کتاب دو نیمه دارد، با شخصیت هایی که هم شباهتی ظاهری و هم درونی به هم دارند، با اینکه وقایع آنها از نظر زمان و مکان فاصله ای دراز دارد. داستان درباره عشق نقاشی تنها به زنی اسیری است. رؤیا و خواب و توهم با هم یکی می شوند و جایشان را عوض می کنند، بدون اینکه منطق دنیای راوی تغییر کند یا از نفرت او از دنیا و آدمهایش کاسته شود. بوفکور چند بار موضوع اقتباس‌های آزاد سینمایی قرار گرفت. بی اختیار زدم زیر خنده، یک خنده سخت در از اول که وجود مرا به لرزه انداخت، خنده عمیقی که معلوم نبود از کدام چاله گم شده بدنم بیرون می آمد، خنده ای تویی که فقط در گلویم می پیچید و از میان تویی در می آمد. بوفکور حتی یک بار اسمش را به فیلم می داد که داستانش ارتباطی با داستان هدایت نداشت، اما توسط فیلمسازی ایرانی تبار ساخته شده بود. ترجمه های بوفکور این معمای ادبیات فارسی را به دست خوانندگان غیر فارسی زبان رساند. اون دیپلمات فرانسوی که فارسی خوب میدونست، روژه لسکو، بوفکور رو ترجمه کرده بود همون زمانی که هدایت هنوز زنده بود و ترجمه فوق العاده حسابی بود و بالاخره یک ناشر فرانسوی خوشش اومد از این کتاب رو چاپ کردن. یک سال و نیم بعد از فوت هدایت همین ترجمه بود که به دست فیلمساز شیلیایی در تبعید در پاریس رسید، فیلمسازی که زندگی خودش بیشباهت به هدایت نبود. راول رویس داستان هدایت را با یک نمایشنامه راهب اسپانیایی قرن 17 تیرسو دو مولینا تلفیق کرد. به قول لوک موله، منتقد و فیلمساز فرانسوی، فیلم تلفیقی مستدام از واقعیت و خیال، گذشته و حال است. شباهت زیادی به خصلت درون نمای ادبیات آمریکای لاتین دارد. هر تصویر بیوقفه تصویر بعد را نقض می کند. On les projetait peut-être avant mon arrivée, mais je crois plutôt qu'on ne les a jamais montrés et qu'on ne les montrera jamais. Moi les films, je ne les regarde pas. در اقتباس رویس، به جای اینکه راوی داستان از سوراخ پشت رف دنیای دیگر و زن اسیری را ببیند، از پنجره آپاراتخانه سینما با آن مواجه می شود. آن تصویری که زندگیش را زیر و رو می کند یک تصویر وهم‌آلود یا خیالی نیست. فیلم های روی پرده است که می فهمد زندگیش با آنها یکی است و آنها را حتی بدون نیاز به پرده و خارج از سالن سینما هم می تواند ببیند. در رمان بوفکور تأثیر از سینما و فیلم‌هایی که هدایت می‌پسندید پنهان نیست. حالا انگار رویس داشت کتاب هدایت را دوباره با آن منابع الهام سینمایی متصل می‌کرد. Je me voyais mourir comme dans un film. Mais l'acteur qui tenait mon rôle jouait avec tant de naïve conviction que je ne pouvais m'empêcher de rire. اگر هدایت از سورئالیست های اروپای غربی به خصوص فرانسه تأثیر گرفته بود، فیلم راول رویس بخشی از جریانی وسیع تر بود که حالا تأثیر محدود اما ژرف هدایت را بر اروپای غربی نشان می داد. نویسنده فرانسه که مکتب سورئالیسم را درست کرده بود، این کتاب خوند و گفت این جزو 20 شاهکار ادبیات دنیاست. ولی خب هدایتی دیگه نبود که این حرف رو بشنوه. از صادق هدایت با ترجمه زیبای روژه لسکو، بوفکور به دست ما رسید. علامتی آری از امید در تاریکی شب. هرگز چنین حراسی از وضعیت انسان باعث وارسی جان ما نشده و هرگز این حراس به شناختی این چنینی
از دست و پا زدن ما در هزار توی آینه ها نینجامیده است. اگر چیزی به اسم شاهکار وجود داشته باشد، این همان است. Parfois je me laissais enfermer au Père Lachaise et je tournais en rond jusqu'à l'aube. Le soir de ma dernière sortie, il faisait beau pour la première fois depuis des semaines. کریستو یکی از معروفترین هنرمندان معاصر جهان خرداد امسال درگذشت. او و همسرش ژان کلود رو به خاطر ابعاد قولاسای کارهاشون میشناسن. این زوج هنرمند ده ها بنای معروف جهان رو بسته‌بندی کردن و حجم‌های شناور عظیمی ساختن که از ارتفاع دیده میشد. کریستو در یکی از کارهای اخیرش هرم بزرگی از بشکه‌های نفت ساخت که روی دریاچه‌ای در لندن شناور بود. بی بی سی با اون مصاحبه‌ای کرده بود که بخشی از اون رو با هم می‌بینیم. I don't think that any work of art to so-called public today is public like my project. So the fabric would be like this, and then like that? Yeah, with and extra material to create a nice pulse and fabric, and creating new volumes. The world can live without this project. دنیا بدون این پروژه ها باقی میمونه. ولی من نمیمونم. اینا بخشی از وجود منن. هیچ وقت نمیتونم متوقفش بکنم. من در شهر کوچیکی در کوهستان‌های بالکان به دنیا آمدم. در بلغارستان. بلغارستان خیلی پیشرفتی نکرده بود. هنر مدرن در اونجا خیلی ضعیف بود. کارهای من توی اون دوران بیشتر پروپاگاندا و رئالیسم سوسیالیستی بود. ولی من دلم می‌خواست پیشرفت بکنم. برای جوان 21 ساله مثل من در اون زمان تنها راه پیشرفت در هنر رفتن به پاریس بود. تنها راه امرار معاش هم نقاشی چهره نگاری بود. یه روز مادر ژان کلود ازم خواست که از دخترش یک نقاشی بکشم و اینجوری شد که ژان کلود رو برای اولین بار دیدم. I met him in my mother's home and my mother had heard that a young artist painted beautiful portraits, not very expensive, and he was a Bulgarian penniless refugee. Christo painted the second and the third and the fourth, and by then Christo and I had fallen in love. I'm very happy, so give me a kiss. God, that's the best view of all. It's beautiful, beautiful, incredible. Just like the drawing. I was so poor. I have no studio, I have nothing. And I do these packages. من خیلی فقیر بودم. هیچ جایی برای کار کردن نداشتم. شروع کردم به درست کردن این بسته‌بندی هایی که خیلی ساده بودن و وجه رقت آوری دارن. Sight of miserable things. And this is actually the first car. این یکی از اولین قوطی‌های بسته‌بندی شده‌ای که درست کردم. First was that material. اولش با این مواد کار می‌کردم. بعدش پارچه به اونا اضافه شد. مثلا این که فقط پارچه و پلاستیکه. From the little cans, what was the بعد از قوطی‌های کوچیک رفتم سراغ بشکه‌های کوچک. Smaller size bottles. کریستو همیشه شیفته اشیای معمولی بود و نوعی زیبایی در اونها میدید. یکی از پروژه های مورد علاقه من که از کارهای اولیه او بود به ابتدای دهه 60 برمیگرده، وقتی که او با بشکه های نفت یه دیوار آهنی درست کرد و کوچه در پاریس رو با اون مسدود کرد. این یه کار قانون شکنانه بود. براش درخواست مجوز کردن ولی هرگز براشون صادر نشد.
این هم آغاز پروژه های شهری و همگانی اونا بود و هم آغاز استفاده از بشکه به عنوان سنگ بنای سازه های مختلفشون. پروژه های کریستو و ژان کلود همیشه به نوعی در حال تغییر دادن درک ما از فضا هستند. مثلا پروژه حصار روان باعث میشه که به شکل کاملا متفاوتی به پهنای بیکران زمین فکر کنیم. درسته که این پروژه درباره گذر از کیلومترها خاک و زمینه، ولی در واقع با زندگی مردم ساکن اون منطقه درگیر میشه. رفتن به یه روستای کوچیک، راضی کردن پیر و جوونی که علاقه به این کار ندارن، دونه دونه باهاشون حرف بزنیم. میدونی این یه فرایند بی پایانه. من با این کارا زندگی واقعی رو تجربه کردم. همه از من می‌پرسند چرا پروژه پارلمان آلمان رو انجام می‌دهم. من آلمانی نیستم و هیچ رابطه‌ای هم با آلمان نداشتم. اما فرار از یک کشور کمونیستی در بلوک شرق بخشی از وجود منه. ساختمان رایشتاک هم به عنوان یک بنای نمادین در مرز بین شرق و غرب قرار داشت. این پروژه سه بار رد شد. یه بار در سال 1976، یه بار 1981 و یک بارم 1987. بسته‌بندی های ساختمان رایشتاک باعث شد تا بخش های اصلی اون بیرون بزنه. در واقع پارچه باعث شد که این معماری تبدیل به مجسمه بشه. استفاده از پارچه در واقع به خصلت چادرنشینی و عشایری ما بود. همه پروژه های ژان کلود و کریستو فرایند خیلی سختی برای مجوز گرفتن داشتند، ولی پروژه دروازه در سنترال پارک نیویورک یکی از سخت‌ترینشون بود. ولی خوشبختانه دو اتفاق مثبت افتاد. یکی این که ژان کلود و کریستو قبول کردند تا تغییراتی در طراحی پروژه بدن که ساختار پارک رو خیلی عوض نکنه، و دوم این که شهرداری جدید نیویورک نگاه روشنفکرانه تری نسبت به مدیران قبلی داشت. Its predecessors had. The wonderful thing about ویژگی فوق‌العاده این پروژه این بود که با وزش باد پارچه ها باز می شدن و یه تونل نارنجی درست می کردن، و وقتی باد متوقف می شد انگار ناگهان از این تونل خارج می شدید، انگار توی یه شهر بازی شیک بودید. This sense that you are in this elegant funhouse almost. Artists do not retire. I do not know any artist who has ever retired. Artists do not retire, they die. Tell me. Everything Christo has done. همه کارهایی که کریستو بعد از مرگ ژان کلود انجام داد در ادامه پروژه های مشترکشون بود. فکر میکنم ژان کلود در همه اونا حضور داشت. این شکل هندسی خیلی قدیمی، حتی قدیمی تر از اهرام مصر. باستانشناس ها اون رو برای اولین بار در بین النهرین دیدن. دو پایه مستطیل و دو پایه زوزنقه داره و بهش مستبه گفته میشه. او بالاخره در لندن یک نسخه از بشکه های نفتیش رو اجرا کرد که مبنای هرمی داره.
Finally we have the mastaba. بالاخره مستره امام آماده شد. عالی. خیلی سخته که معنای سیاسی این کار بزرگی که از بشکه‌های نفتی در مرکز لندن درست شده رو نبینیم. میشه گفت که به تأثیر خاورمیانه در لندن اشاره داد. جهان به سمفونی شماره 5 بتهوون نیازی نداشت، ولی وقتی اونو ساخت دیگه نمیتونستیم جهان رو بدون اون تصور کنیم. الان هم ما دیگه نمیتونیم دنیا رو بدون کارهای کریستو و ژان کلود تصور کنیم، با وجودی که قبلا نیازی به اونا نداشتیم. به پایان برنامه رسیدیم. ممنون که با ما بودید. یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی هم ببینید و گزارش ها رو هم روی شبکه‌های اجتماعی بی بی سی فارسی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.